آخرین مبحث این جلسه، اما سعی میکنم حتی 3 یا 4 تا فیلم بگم و فیلم هایی که مهم هستن رو براتون بگیرم. هفته 3 یا 4 تا فیلم ها سعی میکنم 1 ساعت و 2 ساعت هم میکنم برای فیلم ها. خب بریم مرحله بعدی، من اینا رو پاک بکنم. بریم مرحله بعدی چی خواهد؟ من یه H1 بذارم اینجا، چیزی رو برای شما خروجی خواهد. حالا اگر شما بخواید به اینها مواردی که داخل این هست ببینید، یه اسپیس دارم و کلی مقدار من مثلا وی باین، حالا وی باین بدون نقطه، وی اشتیمن، وی آن، وی از رف، حالا ال، سر سی، فور مدل، یه ده دوازده تا هستش. این هم مثلا ده دوازده تا هستش که مهم هستش. حالا به مورد هم بقیش هم که مربوط به خود اتریبیوت هایی، مربوط به دیجی هست همه ده دوازده هایی که بدونید. اگه من بخوام اینجا مثلا کلاس بزنم و بخوام کلاس این رو داینامیک بکنم، مثلا هم اینترپولیشنی که دارم، من میام اینجا همه اینا رو پاک بکنم، یه نیو ویو بزنم و اینجا بعد کردم بگم گل مثلا فرست اپ خودمو دقیقا چیز که وجود داره و یه دیتا بذاریم به نمان نمان یه دوی کپشن بود و باشتونه هلو که این مقدار لوره میفومه بود که من پاکش کردم. بود برگر هم مقدار لینک بود دیگه، لینک هم بودش رید بورد درسته. حالا اگه به اینجا آزد رو بزنیم میبینید داره بهتون نمایش نمیده چرا و به چه علت. الان مرسی کنیم فرست اپ دیگه، آها فیس تپ نمیشتم فرس نواز کنان شد با هنوی نیتونه شد. میتونستید هم چیز کنید در واقع بیاد اینجا اف دوان تا بزنید بیاد توی مویت کنسول را من فیس نمیشته بودم این اگه بزنید اما سب دست رو بهتون ایرو رو میدیم یک اندات بزن فیس تپ خیلی تاب رو element هم نمیشته، وقتی element میذاره یعنی اشاره میکنه به ایشون. بس همون فرس ها رو ایروش هم با هم دیگه ببینیم که باید برد ما خیلی راحت نمیشه. حالا من دیگه حالا اگه من میخوام مثلا رنگ اینا رو عوض بکنم، خب اینا چی هست؟ اینا اتریبیوت هست دیگه، اینا معاملی که اینجا قرار میگیره اتریبیوت هست، اینا اینجا مثلا اشتراک ها اتریبیوت هست یا پیه یا اجمان هست و اول حالا معاملی که وجود داره. خب من میخوام بیکاری بکنم مثل اینا که یا داینامیک میشه دیتاش کانتنت داخلش میشه داینامیک بکنم، آیا میتونم اینا داینامیک بکنم؟ تست بکنم. من میام اینجا برمیگردم میگم که مثلا H1 کلاس یه متقاعد کردن به این نام برمیگرده که تکس سنتر بلدم مثلا کلاس رفت رو تکس سنتر مثلا alert alert مثلا success یه سری کلاس رو بلد میام اینجا و برمیگردم میگم که خب همون H1 رو کلاس زد به خیال خودم توی این کلاس اومدم اینجا پولیشنش رو صدا کردم و هم هرش دیدم آیا برم کار میکنی یا نه؟ هیچی هم میام اینجا برمیگردم میگه که ببین داخل این سایت کردی توی اینتر پولیشن اتریبیوت هست این در واقع بر ریمووش بکنی این مقداری که اینجا هستش و میگه من شما استفاده بکنی یوز وی باین خب در واقع شما باید بیاید از استفاده کنید یا کلون شورتندش در واقع اون کلمه کلیدیش که بخواید استفاده بکنید کلون هستش میتونید استفاده بکنید و به این شکل که قرارش دادی کاملا اشتباس یه اینجوری به قرارش دادی چند قشنگ باید موضوع داده من خودتون یه ذره در واقع حواستون باشه اینجا اومده گفته بکنید مثلا میتونید استفاده کنید کلون کلاس مثلا ولیو قرار و اینجا میبینید من رو گوشتم مثلا کلاس H1 کلاس و این مقدار این میبینید زیرش اینجوری رو در واقع مقدار کرت گذاشته منظور که آقا اشکالت اینجاست برو درست کن خیلی قشنگ برات داره مشکلاتت رو قابل خاطر هم میگه مثلا محبوب بیو جی اس بخاطر هم خب
خب من چیکار بکنم؟ ببینید هر وقت شما خواستید اتریبیوت های مربوط به هر تگی یا المانی رو عوض بکنید، اتریبیوت ها اینجا هر چه قراره در واقع تو این تگ وقت اوپن میشه، این قسمت رو بشه اوپن تگ، تگ در واقع اوپن میشه، اتریبیوت هایی که اینجا قرار دارن بخواید استفاده بکنید از کلمه کیپی بی بایند استفاده بکنید، همه این مواردی که شما میتونید بایندش بکنید، دیتا ها در واقع داخلش قرار بدید اینجا هستش، مثلا کلاس. خب اسمش چیه؟ اسپان کلاس. کافی همینجوری همینی که گذاشتم، خودشون توضیح داده دیگه تو اینجا دیگه میگه بیا اینجوری قرارش بده بی بایند، میبینید یا دو نقطه کلون بذار بیا به این صورت قرارش بده، یا قبلش بگو بگو بی بایند دو نقطه کلاس مقدار ولیو داخلش قرار بده. الان من اینجا F5 بزنم میبینید اومد اعمال شد، یعنی در واقع اگه شما اینجا بازش باز کن باز کن و بینچه میبینید تکستندر الارت و الارت هست و دونه دونه اعمال شما خیلی راحت دونستم پس از این استفاده بکنم از این مقدار و اتریبیوت داخلش عقل میدم، یا مثلا تایتل بی داش بایند مقداری داره به نام مثلا تایتل، شما تایتل این رو هم میتونی قرار بده، میتونی ولیو توش بذاری، مثلا برگرده بود هلو حالا مثلا اینجوری قرارش دادم، من اومدم یه دیتایی قرار دارم به نام هلو ورلد، آیا این دیتا رو میشناسه؟ حالا اگه اینا رو از درآمدش برداریم در واقع دیتا رو قرار چرا نه، نگاه کنید وقتی داری از بی بایند استفاده میکنی این دابل کوتیشن حالا مقداری که اینجا قرارش دادی باید یه متغیری که اینجا میخواد این مقداری که اومد اینجا قرار بگیری باید متغیری باشه که اینجا تعریف شده باشه تو دیتا. حالا مثلا من برمیگردم میگم h1 title و مثلا هم مقدار هلو ورلد رو برمیدم و میام اینجا میزنم و بسیار زیبا h1 تایتل، من اینجا توی این تایتل هیچی رو صدا ندارم، میگم h1 تایتل، حالا میام میزنم میبینید داره اجرا میشه چون خالی بود، خالی بود گیرد. حالا اینها رو هم نظری ببینید آیا ارور میگیره یا نه، میبینید بازم ارور نگیره، یعنی حتما نباید باشه. حالا ببینید روی اینکه من هاور میکنم این هلو ورلد داره قرار میده، این رو باید توی تگ ها بلد باشه. پس من تونستم به این شکل مقادیری که دوست داشتم برای این قسمت و قسمت اتریبیوتش تعریف بکنم و از این طریق بایند دیتا رو در واقع متغیرهایی که تعریف کردم توی دیتا اومدم اینجا فراخونی کردم. پس دیگه به صورت اینترپولیشنی نمیشه اینجا صداش کرد، حتما باید از کلمه کلیدی بی بایند استفاده بکنید. خب ممکن استفاده بشه 100% استفاده بشه، حالا بعد بخواید پس من میتونم به این شکل قرارش بدم. خب من میام این بایندر رو این تایتل رو بردارم، فقط من این مثال بشه شما به من چیه اومدم اینجا قرارش دادم به این صورت. آیا حالا چیزی که تو خود ارور هم گفته بود، حالا وی بایند هم نذاشتی نذاشتی، اما کلون رو هم بذاری دو نقطه کلون رو هم بذاری میرین بیاد اجرا میکنه، یعنی پس من میتونم به جای وی بایند بیام اینجا رو مثلا پاک بکنم میذارم دو نقطه. خب کنترل اسپیس رو بزنم کلاس رو قرار میده، اشمان کلاس رو قرار میده، حالا یکی اوزه نجاشه بی بایند رو بذاره میتونه از این رو کلا استفاده بکنه و این مقدار رو اینجا قرارش بده. خب حالا ولی شما اول کار هستی هم بی بایند رو قرار بده کلا قرار بدی بی بایند رو بهتره تمیز تر برسی حالا اون هم مدل شورت هم بشه دیگه گذاشته برای شما که ازش استفاده بکنه. خب این مقداری بود که می‌خواستم یادتون بدم، میتونید برای پی هم قرار بدید، مثلا بیاد اینجا برگردید بگید پی این کلاس اینو هم قرار بدید مثلا تکست سنتر الرت و الرت مثلا اینفو بیاو اینجا اینم وی داش پوینت بذارید و کلاس و ایشون هم بشه پی کلاس، اینو هم اعمال کردیم بذارید ببینید بعد سیبایی قرار شد. اشرف هم اتریبیوت دیگه میتونید اگر بگید که انکر مثلا انکر اشرف و اگر بگید که https و www.google.com و همه این راحت دیگه اینجا قرار بده مقدار رو b-bind -bind اشرف ببینید قشنگ اینجا قرار گرفته، شما میتونید بگید a و همه صورت مثال متفاوت براتون قرار دادم که قشنگ بکنم در اینجا افتاده باشه. الان ببینید به گوگل اقا هم میزنم بیرم داخل گوگل. خب
مثلا متفاوت بود که اومدیم قرار شدیم، یا حتی عکس بذاریم. مثلا مثلا متفاوت بود، عکس ندارم تو صفحه فکر کنم، بذارم در یه گوگل بذارم، بذارم ایمیج دسکتاپ. ایمیج دسکتاپ ایمیج بذارم، یه عکس هم براتون بذارم که مدل مختلف دیده باشیم. یه کپی ایمیج آدرس بذاریم و اینطوری یه سیو هست توی لاراول view js new. من اینجا یه images بسازم و این رسمش باشه download.jpg و الان بعد پروژه اضافه شده باشه، این image اضافه شده به این صورت. خب من میام این رو یه کلیک راست میکنم و copy pass رو میزنم، از تو root هم میزنم counter root و images download image copy. میام اینجا برمیگردم میگم که حتما کاماشو میذارم، برمیگردم میگم که image link یا image pass و این رو اینجا قرارش میدم. میام میگم که img و این رو به این صورت حالا altشون رو میخوام تغییر بدم سورسش، برمیگردم میگم ایدش bind و سورس و ایمیج پس. بیا ببینیم تغییر میده یا نه، ببینید اکثرا براتون قرار داشته. خب مدل های مختلف برات قرار دادم با اتریبیوت های مختلف که فکر کنم قشنگ براتون جا افتاد. بریم مرحله آخر این جلسه رو بررسی بکنیم. من اینها رو اینو پاک میکنم، میخوام یه جا دیگه استفاده کنم. پس من اینجا بخوام یه سیکشن قرار بدم و آره یه سکشن اینجا قرار بدم، مثلا این کلاس چی بهش بدم، مثلا پیچی آره این رو قرار بدم، یه سکشن رو یه پدیم یه چهار رو قرار بدم، یه دوره هم آزادش قرار بدم، یه رو قیافش رو شکل کردم. خب خیلی رنگش سشته چی بزنیم رنگی اینا رنگ آبشم شجاره حالا یه رنگی گذاشته مهم نیست، یه پدی که چهارم شد. من میخوام داخل این در واقع بیام اینجا یه متغیر تعریف بکنم به نام all data. خب من داخل شروع کنم چی گذاشتم بگو، بیام توش html گذاشتم، بیام اینجا قرار میدم مثلا h1 و مثلا this test هلوور و این کلاس هم بگیدیم کلاس هم سینتر و جی سانسار. بعد از این اسمانه میریم یه سانه یه پی قرار بدیم دوره سان و یه کلاس هم درش قرار بدیم، مثلا alert alert dark. خب یه دونم تگ A قرار بدیم، مثلا بهش میارش ps مثلا در این در ایدار و اینجا میریم که یه کلاس داش مثلا سورسز و این داش بدم. خب من حالا عملا اینجا یه سری المنت گذاشتم، مثلا h1 و p و تگ a و دیتا قرار دادم. آیا من میتونم اینجا اینو صداش کنم؟ خب میام تو اینترپولیشن قرارش میدم و برمیگردم میگم all data. درسته ببین چی برمیگردم. خب اومد هر چی که من اونجا نوشته بودم اینجا اومد برای من تگاشو کپی کرد. پس فهمید الان اینترپولیشن دقیقا چیکار میکنه، دیتا که اینجا داره رو برمیداره اینگاه کپی میکنه بذاره اینجا. خب این که نشد کار من را نگه چیکارش بکنم. خب ما با وی بایند آشنا شدیم، وی بایند رو فهمیدیم دیگه، بس بایندینگ رو دیتا رو به در واقع اینجا رو روی اطراف
اتریبیوت ها که داریم، مثلا مقادیر رو که اون طرف تعریف میکنه من میتونم از دیبایند استفاده بکنم و اتریبیوت هام رو تغییر بدم. یه مقدار دیگه داریم به نام VHTML. VHTML خب حالا آلیتا رو میذارم داخلی هیچیا. پس من اومدم توی این سکشنه که حالا PG-Info بود و پدیگ 4 داشت، من اومدم آلیتا رو مقدار رو گذاشتم توی VHTML. چه اتفاق میفته؟ به همین زیبایی که داریم میبینیم، تمام تکایی که اومد توی این آلدیتا قرار گرفته بود رو اومد توی چی قرار داد؟ توی این سکشنه و همین زیبایی. حالا اگر افتقاط در بگیرید بیارید اینجا توی این سکشنه برید ببینید بی جی اینفو پی فور اومد اشمان پی و تگ ای قرار داد. پس از دستور دی اشتی امل میاد استفاده بکنیم برای وقتی که بخواییم کلی اشتی امل رو از یه جایی به یه جای دیگه منتقل کنیم. اینه استفاده میشه ها، دارم به دور دور دیگر به جاش که تو پروژه بخواب استفاده کنیم خواهید. پس ما میام از VHTML استفاده میکنم برای جابجا کردن HTML ها توی تک راحت میام اونجا قرار شدم. از دیبایند برای اینکه اتریبیوتاتون رو داینامیک بکنید حواستون باشه. VHTML برای وقتی استفاده بشه که بخواید داخل در واقع تک کلی HTML رو از جای دیگه وارد بکنید. حالا منظور یه جدی ویو جی اس و اینترپولیشن برای اینکه که دیتا های داخل تک ها رو بیاد تغییر بدید. فکر میکنم الان دیگه کاملا فرق این ستا رو فهمیدید و کاملا براتون جا افتاد. باز حالا مثال حل بکنید و تمرین بکنید ان شاء الله. جلسات و موارد بیشتری رو بررسی می‌کنم. خسته نباشید.